شماری از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی مقیم بریتانیا اینجا در مرکز لندن تحسنی را در پیوند به افزایش شمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی برپا کردند و اینجا آنطوری که در تصویر می‌بینید چادر تحسن اینجا برپا شده و شماری از کسانی هم که در این چادر باز دیدار می‌کنند هم می‌بینید که زیاد است و آنطوری که در تصویر شما می‌بینید عکس‌ها و تصاویر زندانیانی که اعدام شدن و یا هم زندانیان سیاسی که منتظر اعدام هستند در جمهوری اسلامی اینجا زده شده و شعارهای هم مرگ بر جمهوری اسلامی هم اینجا دیده میشه و در واقع این فعالان سیاسی 7 روز است که در اینجا این چادر زدن و در این مدت 7 روز اینا در واقع تحسن کردن و اعتراض دارن در پیوند به این افزایش اعدام ها در جمهوری اسلامی. در کنار ما آقای سید آرمان است و از آقای آرمان که یک از کسایی است که اینجا البته این تحسن برپا کرده میخوایم از خودشان بپرسم که در این مدت 7 روز شما که در اینجا تحسن کردین چه خبری از ایران دریافت کردین، چه پیام‌هایی دریافت کردین، در اونجا چقدر از این زندانیانی که در واقع منتظر اعدام هستند و یا هم آمار از اینا چقدر به نظر شما چه تعداد بودن؟ 10 نفر منتظر اعدامن و خبرهای نگران کننده ای است که هر آن ممکنه تعداد زیادی رو به دار آویزون کنن و این بخش بزرگ از جامعه ایران رو نگران کرده به خاطر اینکه رژیم جمهوری اسلامی تنها با زور اسلحه و کشتار سرپا مونده و فکر میکنه این اعدام های اخیرم میتونه این خلأ رو پر بکنه و در یک سال گذشته یک سال میلادی بالغ بر 740 نفر رو اعدام کرده و ما نگران اینیم که این عزیزانی که حالا حکم اعدام گرفتن به ناحق و حتی هیچ جرمی منتظر چیز داشته مرتکب نشدن اعدام بشن. به نظرتان چرا در ماهای اخیر این شمار اعدامی ها بیشتر شده و جمهوری اسلامی دست به این اعدام ها بشه؟ چند مسئله هست. بیشتر از مردم میترسه، فکر میکنه با این اعدام ها میتونه مردم بیشتر مرعوب بکنه. 2، مسئله غزه هست و این فشارهایی که میخواد به مردم بگه که اگه شکست خوردیم، اگه اونجا نیروهای نیابتی ما بگیشه حماس در مشغوله و در تنگنا قرار گرفتن و این هیچ ربطی به مردم فلسطین نداره و مردم فلسطین دولت اسرائیل به ناحق داره میکشه، این فضای جنگی رو ازش استفاده میکنه و مردم تو ایران مرعوب میکنه. مردم باید بدونن که مردم ایران دشمنی ندارن با مردم فلسطین، اما اجازه نمیدن جمهوری اسلامی به هیچ بهانه فعالین سیاسی آزادی خواهان ایران رو بکشه. ببینید بعد از خیزش انقلابی 1401 ما شاهد این وحش افزایش وحشیگری علیه مردم ایران بود. سپاسگزارم از شما آقای سید آرمان. اونطوری که آقای آرمان اشاره کردن شماری از کسانی که اعدام میشن در جمهوری اسلامی تعدادشان افزایش چشمگیر یافته. این واکنش های نه تنها ایرانیان اینجا، واکنش های سازمان های حقوق بشر در جهان به همراه داشته و آنها هم خواستار توقف و فوری اعدام ها در جمهوری اسلامی شدن. حالا هر آنچه که این چادر امروز روز آخرش است، بعد از 7 روز بسته خواهد شد، اما واکنش های مردم، اعتراض مردم در پیوند به این اعدام ها پایان نخواهد یافت.